توی اسپانیا توی اوساسونا بازی میکنم یا توی ایران هر کشوری که بودم یه عده هوادار محدود داره. برای شما داره زیر پرچم یک کشور بازی میکنه. 80 میلیون جمعیت نگات میکنه. ایرانی که 80 85 میلیون جمعیت داره داری اونا رو خوشحال میکنی و این فکر میکنم بهترین حس دنیاست. خیلی خاص بود به خاطر اینکه تو بازیکن استقلال پرسپولیس نبودی ولی کاپیتان تیم ملی شدی. فکر میکنم جز بازیکنهای محبوب آقای کیروش هم بودی. من با آقای کیروش معاشرت کردم. یه انرژی خاصی اصلا داشت این آدم. من فکر میکنم این انرژیشو تونست توی تیم ملی هم در واقع منتقل بکنه به بازیکنها و همین خیلی کمک کرد. توی یه سری مراحل ما حتی ممکن بود جام جهانی نریم. ولی این انرژی خیلی همون چیزی که در موردش صحبت کردی من باش معاشرت کردم. خیلی آدم خاصی بود. اما یه چیزایی هم میگفتن در موردش که مثلا بازیکنها رو میبره تیمای خارجی. البته من نمیتونم اینو بپذیرم به دلیل اینکه آخه آدم تو اون امکانات و تو اون موقعیت نیازی به یه همچین اعمال یا کارهای جانبی نداشت. حالا میخوای راجع به چیزی بگی یا نه؟ میگم من اصلا فکر میکنم که ببخشید که اینو الان خدمت شما عرض میکنم که بیهوده است که بخوام اصلا در مورد این حرفایی که پشتشون بوده صحبت کنم، چون که همیشه آدم هایی که کارشون رو درست انجام میدن پشت سرشون حرف هست. من نمیگم که ایشون هیچ ایرادی نداشتن، مسلما همه ما ایراد داریم، همه ما اشتباه میکنیم، ولی این حرف ها حرف های واهیه که خب به خاطر موفقیت هایی که کسب کرده بودن و جایگاهی که توی ایران داشتن پشت سرشون. من فکر میکنم تنها جمله‌ای که به ذهنم الان میرسه در مورد ایشون بگم این که 8 سال من سر کلاس ایشون بودم، سر کلاس درسشون و ازشون چیز یاد گرفتم. یعنی من فکر میکنم تک تک روزایی که با ایشون کار کردم شاید اون موقع متوجه نمیشدم، ولی الان میفهمم که چقدر برام گرانبها بود، چقدر مهم بود و چقدر چیز از ایشون یاد گرفتم. واقعا یه مدیر، یه آدم فوق العاده باهوش، یه مربی خوب که به نظرم واقعا حیف شد که با اون شرط از ایران رفتم. و خیلی دقیقا این حسو که به ما میدادن و اون جمله‌ای که میگفتن و از خودشون این حسو میگرفتیم که ما همیشه سعی کنیم که پیرانو توی جایگاه بهتری قرار بدیم. و ایشون هم همیشه سعی میکردن بازی به بازی، فرق نمیکرد چه بازی باشه، چه یعنی یه تمرین معمولی باشه یا یه تمرین قبل از تورنمنت بزرگ باشه، همیشه ما باید جدی میبودیم، همیشه باید میجنگیدیم، تلاش میکردیم، 100% توی زمین نشون میدادیم. به خاطر این من این چیزا رو ازشون یاد گرفتم. فکر میکنم 8 سال کلاس درس ایشون برام خیلی مفید بود. چه تشبیه جالبی. خیلی آدم متعصبی هم بود. خیلی. و اینم هنرها که 8 سال ارتباط تو با معلمت، استادت، مربی تونستی حفظ بکنی. چون بله. خیلی جا هم حالا داشتیم یاد همه جا پیش میاد، تو کار ما هم هست. بله. که آدم نمیتونه ارتباطشو در دراز مدت حفظ بکنه. ولی خب کاپیتان کیروش شدی، دو تا جام جهانی باش رفتی، دو تاشو با کیروش رفتی. بله. رکورددار حضور در جام جهانی هستی در بین بازیکن‌های ایرانی، یعنی 3 دور جام جهانی رفتی. در حال حاضر. ولی مطمئنا ان شاءالله بچه‌ها هستن. خب یعنی شاید 4 میش هم رفتی. معلوم نیست الان همچنان داری بازی می‌کنی دیگه. همه تلاش. امیدی نداری به اینکه دوباره دعوت بشی؟ 100% همه تلاشمو می‌کنم. میام تا روزی که بتونم مفید باشم. حتما همه تلاشمو میکنم، چه برای تیم ملی چه برای باشگاه. و اینو حالا خیلی وارد فضای فوتبالی نشیم، ولی من فکر میکنم امسال یه سال فوق العاده رو پشت سر خواهم گذاشت. نمیدونم چرا، نبایدم اصلا میگفتم، ولی حسم خیلی خوبه. چه انرژی خاص مثبتی، چون الان رفتی نساجی. بله. نساجی البته که تیم بسیار ریشه دار و بزرگیه. من که دوست داشتم بری استقلال. بله. توجه میگی خودم استقلالی هم. بله. امیدوارم تو هم استقلالی باشی. ولی من به هر حال خیلی دوست داشتم که تو یکی از این دوتا تیم بازی کنی. حالا 100% استقلال رو بیشتر دوست داشتم بازی کنی، ولی حیف، به نظرم حیف شده که محسود شجاعی با این پتانسیل و با این رزومه عجیب غریب دوران بازی کنه فوتبال بودنش تو یکی از این دو تیم بازی نکرده. کاش اینو تجربه می‌کردی دیگه. ولی خب وقتی برگشتی تراکتور انتخاب کردی، تراکتور هم خب تیم ریشه‌دار بزرگ و